کودتای سوم اسفند 1299 با حمایت بیگانگان شکل گرفت و تا شهریور 1320 ادامه داشت. محمد فرخی یزدی به عنوان یک شاعر آزادیخواه همیشه علیه دیکتاتوری رضاشاه مقالات بسیار تندی مینوشت و رضاخان و دست پرورده انگلیسی ها میدونست. وقتی هم که به عنوان نماینده مردم یزد وارد مجلس شد، از همون اول نسبت به نماینده های وابسته به حکومت انتقاد میکرد. اون درباره وضعیت مجلس اون روزا میگفت: البته بر اثر فریادهای اعتراض ما گاهی چرت نمایندگان محترم پاره میشد، سر بلند میکردند، فحش و ناسزا میگفتند و دوباره به خواب خرگوشی فرو میرفتند. هر وقت هم که نخست وزیر یا وزیر صحبت میکرد، کارشان این بود که بگویند صحیح است قربان. در همان حالت چرت سرنوشت یک ملت را تعیین میکردند.